میشه در مورد برگزاری کورس مختصرا بگوین؟ خب جای خوشی است که یک بازیکن بودم و آرزو داشتم بتونم یک کوچینگ خوب شم و از طریق کورس های مختلف که در فدراسیون ملی افغانستان می باشه و در او اشتراک بکنم تا من یک مربی خوبم در کنار از یک بازیکن فوتبال هستم شم. خب خوشبختانه افتخار دارم که تونستم بعد از لیسانس دی لیسانس سی را تحت نظر مدرس داخلی استاد محمد یوسف کارگر تدریس کنم و آرزو دارم که از این کورس ها یک ثمره خوب ببینم برای آینده فوتبال و برای نسل جوانی که بعد از ما به وجود میان و اونا رو بتونیم تدریس درستر از طریق لیسانس هایی که بر ما درس داده میشه. خب عظیم جان، در کناری که میخوای مدرس شوی همزمان یک بازیکن فوتبال هستی، این کورس چقدر مؤثر است برای یک بازیکن فوتبال؟ خب یک بازیکن فوتبال در کنار فوتبال باید کورس ترنری هم بخونه، چون آینده یک مملکت بعد از همی بازیکنهای جوان است و همی بازیکنهایی هستن که تجربه دارن و از طریق این کورس ها میشه برای آینده یک تیمای بهتر و خوبتر را بتانیم تشکیل بتیم و در پولی که یک بازیکن هستم دوست دارم یک مربی خوبم برای نسل جوان و برای نسل آینده افغانستان باشه. عارف بصیری هستم، یک تن از بازیکنان فوتبال. عارف جان، میشه موثریت این کورس از دید یک بازیکن فوتبال بگوین که چقدر میتونه برای یک بازیکن فوتبال این کورس در میدان فوتبال کمک کنه؟ خب موضوعاتی که ما در این کورس میاموزیم یا استاد ما تدریس میکنه به هر بازیکن، چی کلیدی باشه چی بازیکن نرمال یک تیم باشه، خیلی مهم است برش. خیلی موضوعات آگاهی پیدا میکنه، به طور به صورت مسلکی موضوعات میاموزه، یعنی حرفه‌ای میشه. خب عارف جان، عمدترین هدف شما از حضور در این کورس چی است؟ خب فدراسیون افغانستان مصمم است که هیچ کسی بدون مدرک دیگه نمیتونه که یک تیم رهبری بکنه. پس ما به عنوان یک بازیکن و همچنان رده های پایین ما رهبری میکنیم. با سپری نمادری کورس ها ما مدرک دریافت میکنیم، مسلکی میشه که خود قانون مقررات فدراسیون عیار میسازیم که زیر سوال نریم، کسی انتقاد نکنه، مطابق مدرک خود تیم تمرین بتیم، تیم رهبری بزنیم. مطابق به جنتری فدراسیون فوتبال افغانستان کورس های تدریسی به خاطر بلند رفتن سطح فوتبالی مربیان در مرکز بر ولایات افغانستان، فدراسیون فوتبال تصمیم داره که بتانیم که ما فوتبال تغییر بیاریم. زمان تغییر آورده میتانیم که ما آگاهی مربیای خود تغییر بدیم و مربیای ما به صورت اکادمیک مکتبی آموزش ببینن، وقت مربیای خود ما فوتبال خود ما میتانیم تغییر بیاریم و نتیجه بگیریم. کورس است که از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا لیسانس سی است که خوشبختانه این کورس خود ما مدرس هستیم میتونیم دایر کنیم برای بلند رفتن فوتبال در کابل و بلند رفتن سطح فوتبال. تغییرات خوبی بعد از این کورس در کسایی که مربی های هستند، تغییرات خوبی در تمریناتشون بر کلاب هایشون تاثیر خواهد داشت. کارگر صاحب، همتنان ما بیشتر سوال کردن که این کورس چرا در کابل برگزار شده و از ولایات مربی ها اشتراک ندارند، میشه در این بارم صحبت کنین؟ تشکر. کورس های کنفدراسیون فوتبال آسیا، کورس های سی و کورس های بی که حال صلاحیتش ما داریم او را تدریس کنیم، این نظر به جداول که از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان ترتیب میشه این کورس ها دایر میشه. اکثریت کلاب هایی که در فدراسیون فوتبال کابل هستند، ثبت راجستر هستند، در ولایات یا لیسانس های مقدماتی دی خود سپری کردن. زمانی که هر ولایت که ما لیسانس دی خود سپری کنه و امون میاره را 24
مربی که برای لیسانس سی آمادگی داشته باشن، ما میریم در او ولایات کورس داریم. این کورس از کابل نیست که اکثریت تا میگن که از ولایات هم در اینجا شرکت داره، چرا از دیگه ولایات نیست. این کورس اکثرا پلیرهایی است که یا مربیایی هستند که اینا در کابل تیم دارن، اما خودشان از ولایات مختلف افغانستان هستند، اما در کابل زندگی دارن، در کابل تیم دارن. کورس هایی که ولایات که لیسانس دی خود مکمل کرده باشن، میارای لیسانس دی اونجا پورا باشه، یک صنف تشکیل کرده بتونن، ما میریم در ولایات ها کورس ها رو دایر میکنیم. که سال گذشته ما در ولایت ایران لیسانس دیش تکمیل بود، ما رفتیم کورس دایر کردیم. در ولایت قندار لیسانس دیش تکمیل بود، رفتیم کورس دایر کردیم. در ولایت شبرغان لیسانس دیش تکمیل بود، کورس سیر دایر کردیم. امسال که ما شروع کردیم، در ولایت که عموم میار لیسانس دی خود پورا کرده باشه، تقاضایشون برای ما بیاید، ما میریم به اون ولایت کورس واشون دایر میکنیم. خب کارگر صاحب، ما در افغانستان تنها دو تا مدرس داریم، آیا شما به خاطر افزایش مدرسین کدام برنامه خاصی روی دست دارید؟ تشکر. فدراسیون فوتبال و همچنان کمیته تدریسی ما در نظر داریم که بتونیم کسایی که لیسانس مربیگری خود داره گرفتن و قابلیت و توانمندی عملکردش خودشان بالا هستن و تجربه کافی در کورسای ترنینگ و همچنان در کورسای تدریسی لیسانس دی بودن، اونا رو ما استایسا اسیستانت یا معاون مدرس تایج تربیت میکنیم که بتونن که همون معیارایی که در AFC هست، کنفدراسیون فوتبال از آسیا هستن، آیستایستا چهار کورس اینا وقتی که اسیستانت سپری میکنن باز ما معرفیش میکنیم به ایس مدرس و مدرسی که برای AFC معرفی میشه و از طرف کورس AFC چندین کورس ها برشان گرفتن میشه و تست گرفتن میشن که میرن در خارج از کشور دووجه اونا چک میشن و دووجه تدریس میشن، بعد از اون میاین بخیر. که ما استاد رزاق یکی از مدرسین بسیار خوب ماست و هم مربی تیم فوتسال ماست و هم لیسانس ای مربیگری را داره. در غیر از او چهار مربی دیگر هم زیر پوشش ما هست که ما اونا را تدریس میکنیم و در کورس هایی که ما دایر میکنیم ما را بایس اسیستان میکنیم که تجربهشان بالا برن که در آینده اونا شون بایس مدرس آسیا شناخته شون. این پلان ما در آینده هستن، انشاءالله ما سال بعدی دو تا سه تا مدرس مربی دیگر برای کورس مدرسی برای AFC معرفی میکنیم.